نایان سعید جویدزاده و شما صحبت میکنه. امیدوارم در هرج کاری خاکی کسی چاد و پیر و سربلند باشید. به وبسایت ما سری بزنید. جدیدن یک قسمتی به نام خبرهای داغ مکانی اضافه شده و شما میتونید آخرین خبرهای مکانی رو تو وبسایت gsn.org ببینید، مخصوصا نقشه لحظه به لحظه انتشار ویروس کرونا در ایران و جهان و اینکه GIS در مدیریت و پایش بیماری واگیردار چه نقشی داره و چه کاری میتونه بکنه. خب با مجموعه مکانیابی با منطقه فازی در خدمت شما هستیم. بعد از اینکه ما نایه رو با هم تلفیق کردیم و نقشه تولید شد که جایی که به رنگ سفید هستن برای شهرک مسکون مناسب هستن، برای اینکه یک دید بهتری داشته باشیم من شهرهای استان فارس اضافه میکنم که ببینیم این مکانها نزدیک کدام شهرها قرار داره. من لایه شهرها رو اضافه میکنم، بعد به خاطر بهتر متوجه بشید به قسمت پراپرتی میرم، لیبل شهرها رو میذارم و روی نقشه نمایش میدم که ببینیم نام این شهر رو ببینیم و جایی که مناسب شهرک مسکونی هستن من حالا با لیبل بزرگترشون رنگ و سفید میکنم چون بیشتر بک‌گراند مشکیه. خب پس جاهایی که الان به رنگ سفید میبینید در نزدیکی کدام شهرها قرار دارن و شما میتونید یک یک اینا رو بررسی کنید. یقنید مکانهایی که برای شهرک مسکونی مناسبن و جای مختلف رو میتونید مشاهده کنید، میتونید دیده بهتری به شما بده. البته یادتون باشه این یک پروژه آزمایشی بود، بیش از 5 لایه موبایل استفاده کنید. شروط و دستورالعمل‌های بسیار زیادی در رابطه با شهرک‌های مسکونی وجود داره. این صرفا جهت یادگیری بود و جهت آموزشی بود چون مکانیابی شهرک مسکونی به عوامل خیلی زیادی دیگه بستگی داره که باید لحاظ کنید.